با درودهای گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سرتاسر جهان. همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر و حضور جناب آقای امینی، آقای محمد امینی که به پرسش‌های تاریخی ما پاسخ میدهند. خدمتتون عرض سلام دارم آقای امینی. درود بر شما جناب مخری. خیلی بسیار بسیار شادمانم از گفتگو با شما و امیدوارم برنامه خوبی رو، شاید امروز ششمین بخش از برنامه مربوط به تاریخ روحانیت شیعه باشه با هم. و اما اوی از یک سفر بازگشتین، خسته این؟ بله، در ممفیس بودم، ممفیس تنسی، به دعوت انجمن دانشجویی و کانون فرهنگ. دو گروه در واقع دعوت کرده بودند. سخنرانی داشتم در روز شنبه درباره زنده یاد محمد مصدق، باز به بهانه انتشار دفترهای هنر از سوی یا دفتر هنر از سوی آقای ویژن اسدی پور ویژه دکتر محمد مصدق. بهانه بود که درباره زنده یاد محمد مصدق با همیهنان گفتگو داشته باشم. برنامه بسیار بسیار پر شور و شوقی بود و شب خوبی رو در کنار همیهنان گرامی در ممفیس تنسی با هم داشتیم. مخالفانی هم بود؟ من چیزی ندیدم، اگرم بود سخنی نگفتن. ترسیدن از شما. خواهش میکنم، اختیار دارین، حرفا چیز. آقای امینی، بازم سخنرانی های دیگری و سفرهای دیگری دارین؟ بله، در این هفته‌ای که پیش روی ماست، در این شنبه یک شنبه راهی فلوریدا هستم. در فلوریدا در شنبه در شهر اورلندو با هم میهنان باز درباره زنده یاد محمد مصدق سخن خواهم گفت و در روز یک شنبه در تمپا درباره بغرنج کردستان، مسائلی که مربوط به کردستان و تاریخ آن و این درگیری هایی که امروز پیش آمده است و موضوع استقلال و موضوع خودمختاری و فدرالیسم و از این دست، اجازه بدید آگهی های مربوط به این موضوع در اختیار همیهنان قرار بدم. من فرصت نکردم که این رو برای دوستان در تلویزیون بفرستم تا اونها اعلام بکنن. شاید در برنامه روز آدینه، برنامه برگی از تاریخ، این رو به آگاهی همیهنان برسانم. در روز شنبه از ساعت 6 تا 8 پس از نیم روز در نشانی به نام نشانی 77 آنکور رود در شهر کسلبری در فلوریدا تلفن آگاهی رسانی رو در اختیار شما قرار میدم. 407، تکرار میکنم، 407 234 1515 و سپس در روز یک شنبه در ساعت 4 پس از نیم روز در محلی به نام خانه ایران، گویا دوستان در تمپاش جایی به نام خانه ایران دارن، حتما هم میهنان از اون آگاه هستند و تلفن آگاهی رسانی رو هم گفتند 727 742 88 35 خواهد بود. من در برنامه برگی از تاریخ در روز آدینه این رو به آگاهی همیهنان بار دیگر خواهم رساند. خیلی ممنون آقای امینی. گرچه بنا بوده بر طبق برنامه ریزی گذشته و وعده‌ای که داده بودیم، امروز ششمین بخش بررسی تاریخ روحانیت شیعه در ایران باشه، اما گاه به دلیل اهمیت برخی رویدادها باید به هر حال به این رویدادها هم بپردازیم. مثلا درباره عربستان و تأثیر آن بر ایران، میدانیم که یک موشک از سوی نیمه شیعیان یمنی پرتاب شده به عربستان و عربستان سخت خشمگین شده و گفته است که این در واقع حکم، یعنی بنای جنگه. و نه یه نفر، چند تن از مسئولان این کشور این رو به عنوان نشانه جنگ از سوی جمهوری اسلامی
بیان کردن. بفرم ببینیم آقای امینی، موضوع عربستان ایران به کجا میکشه؟ به کجا کشیده؟ ما در چند زمینه باید به این موضوع بپردازیم. نخست این است که عربستان در چند سال گذشته دستخوش یک دگرگونی بنیادی بوده، یعنی نیروهای هوادار یک رشته اصلاحات در عربستان، یعنی به معنا انقلاب مشروطه در عربستان، البته نه به سبک انقلاب مشروطه ما، با نیروهای هوادار نگه داشتن عربستان در این چارچوب سنتی درگیر هستند و اصلا این ولیعهد شدن این محمد ابن سلمان در واقع یک اعلام جنگی بوده برای بر علیه اون نیروهای سنتی در عربستان و ایشان وارد یک پروژه بازسازی عربستان شدن و یکی از نخستین گام ها هم همین کار جزئی اجازه رانندگی دادن به زنان در عربستان بوده. البته پروژه اصلاحات بسیار بسیار گسترده است و به همین دلیل هم گروه زیادی رو، نزدیک 500 نفر رو دستگیر کردن، از میان آنها چندین شاهزاده و کسانی که پیوندهای خیلی نزدیک با دستگاه پادشاهی در عربستان دارن به چشم می‌خورد. یکی از اونها که بنا بوده که یکی از جانشینان احتمالی پادشاه باشد، یعنی رقیب همین محمد بن سلمان، در یک پرواز بسیار مشکوک هلیکوپتر کشته شده و ماجرا خیلی بیخ پیدا کرده. و از این هم بالاتر، برای اینکه درگیری خودشون رو با ایران خیلی روشن نشان بدهند، آقای یعنی رئیس دولت لبنان رو به عربستان فراخواندن. می‌دانید که دولت عربستان بزرگترین پشتیبان مالی دولت در لبنان هست و آقای حریری در یک اتحادی با حزب مورد پشتیبانی یا گروه مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی حزب الله که صورت حزب سیاسی به خودش گرفته دولت تشکیل داده بوده. آقای حریری برای بار دوم در درازای یک هفته به عربستان رفته و جالب اینجاست که استعفای خودش رو از مقام رهبری دولت لبنان در عربستان اعلام کرده و در این سخنرانی به صراحت گفته که یکی از عوامل و علل استعفای او کارهایی است که ایران انجام میدهد و درگیری با حزب الله است. این رو ما میتوانستیم پیش بینی کنیم هنگامی که آقای حریری به واشنگتن آمده بود چند ماه پیش. در اون دیدار، یعنی در اون کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار در کاخ سفید، در حضور آقای حریری، آقای ترامپ به حزب الله که شرکت کننده در دولت لبنان هست به عنوان یک گروه تروریستی اشاره کرد که خب آشکار بود که رفتن به پای اینکه این اتحاد رو در لبنان از هم بکسلند و این رو جدا کنند. و این کار در زمینه‌های دیگر، معاصری اقتصادی سیاسی نظامی قطر به چشم می‌خوره که قطر خب روابطی با ایران داشته و در این حال یک دولت نسبتاً معتدل در جنوب خلیج فارس به شمار می‌آید. این حلقه معاصری ایران تنگ‌تر شده. این موشکی که به سوی عربستان پرتاب شده، اگر همه جزئیات اون درست باشه، بدون اجازه ایران نمیتوانسته صورت بگیره. به نظر میآید که ما به سوی یک جنگ احتمالی میان عربستان و ایران پیش می رویم و آینده منطقه بسیار بسیار هولناک و پر از دغدغه و گرفتاری است و هیچ هوشیاری هم در میان رهبران جمهوری اسلامی به چشم نمی خورد و تنها تهدید می کنند و می گویند که باز هم به این کارها ادامه خواهند داد. دولت عربستان برای اینکه بتواند، یعنی این ولیعهد تازه برای اینکه بتواند این اصلاحات درونی رو با قاطعیت انجام بدهد در مقابل نیروهای بسیار محافظه‌کار مذهبی مقاومت بکنه، به یک دلیل خارجی هم نیاز داره و اون دلیل خارجی درگیری با ایران هست. و بنابراین ما شاهد این هستیم که به جای اینکه خود ایالات متحده آمریکا با ایران درگیر بشود و یا اسرائیل با ایران درگیر بشود، این بار عربستان است که به عنوان نایب این قدرت‌ها با ایران درگیر است و متأسفانه شوربختا که دولت جمهوری اسلامی هم با رفتار خود، با کارهای خود، زمینه برای درگیری با عربستان رو، که درگیری بسیار بسیار
ویرانگرانه برای ایران خواهد بود هیچ شباهتی با درگیری نظامی ایران و عراق نخواهد داشت، بلکه بسیار شدیدتر از اون خواهد بود، به این دامن میزنه و بسیار از این لحاظ باید به راستی باید نگران بود. نگران بود. آقای امینی، آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا راهی شرق آسیا شده. بله. و همزمان با این سفر یک نیروی دریایی بزرگ رو راهی پیرامونه های ژاپن و کره کرده. آیا قصد مذاکره دارد یا هدفش جنگه؟ ضمناً دیشب در انتخابات ایالتی در ویرجینیا و نیوجرسی جمهوری خواهان هوادار آقای ترامپ شکست سختی خوردند. با این وضع اوضاع رو چگونه می‌بینید؟ شما اگر به طور تاریخی نگاه کنید به همه رویدادهای پس از جنگ جهانی دوم، می‌بینید که در هنگامی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک تنگنا به سر می‌برده، یک بهانه‌های خارجی برای بازگشت میان مردم و یا محبوب شدن یافته، و این البته بخشی از اینها بهانه بوده، برخی از اونها واقعی بوده، ولی به هر روی آقای ترامپ از یک محبوبیت بسیار زیادی در داخل آمریکا برخوردار نیست. آخرین بررسی ها نشان میدهد که ایشان محبوبیت ایشان یا پشتیبانی از دولت ایشان خیلی زیر 40% است که در هیچ دوره‌ای در دست کم در دوران پس از جنگ هیچ رئیس جمهور جنگ جهانی دوم، هیچ رئیس جمهور آمریکا در یک سال نخست ریاست جمهوری این چنین با مخالفت بخشی از شهروندان آمریکا روبرو نبوده. و این انتخابات ویرجینیا و نیوجرسی هم گواه بر این است. در انتخابات ویرجینیا تمام مقامات بلندپایه ایالتی رو دموکرات‌ها در دست گرفتن و حتی مجلس ایالتی رو که شمار اعضای 66 به 44 بود، اینک نیمی از اون رو در دست دارن. یعنی یک پیروزی بزرگ برای دموکرات‌ها به شمار می‌آید. آقای ترامپ شاید از سوی به دلیل همین موضوع این سخنان بسیار تند رو در مورد کره شمالی به کار می‌برد و به سینه خود می‌کوبد و می‌خواهد که تا حدودی علاقمند به این است که یک جنگی به راه بیندازد. ولی ژاپن، کره جنوبی، چین و بسیاری از سران نظامی ایالات متحده آمریکا با چنین جنگی مخالفند. شاید ما در مسیری راه می رویم که یک نوع مذاکراتی با کره آغاز بشود. افزون بر این، اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد عربستان و کشورهای دیگر را به جنگ با ایران برانگیزد و در خاورمیانه درگیر بشود، توان اینکه جنگ دیگری رو در سوی دیگری از کره زمین به راه بیاندازد نخواهد داشت. این است که من فکر نمی کنم جنگی در کره در بگیره و گمان می کنم که در ماهای آینده شاهد یک رشته گفتگوها و مذاکرات باشیم و چین میانجیگری خواهد کرد و شاید تا حدودی تشنج در آسیای شرقی کاهش پیدا خواهد کرد و این به قیمت افزایش تشنج در خاورمیانه خواهد بود. تا به امروز این درگیری در کره به سود خاورمیانه بوده، یعنی درگیری میان ایران و عربستان شاید به دلیل اینکه در کره و در آسیای جنوب شرقی درگیری های وجود داره اونقدرها افزایش پیدا نکرده این درگیری، ولی اگر بتوانند در کره موضوع رو حل بکنند شاید به کاهش به افزایش تشنج در خاورمیانه بیانجامه. اما این نکته رو باید بیافزایم، دوران فرمانروایی مطلق ایالات متحده آمریکا که از جنگ جهانی دوم آغاز شد به پایان رسیده. امروز ما با یک دنیای چند قطبی روبرو هستیم. کشورهای مانند چین، کمتر از اون روسیه، نیروی متحد اروپا و کشورهایی در گوش و کنار جهان قدرت ایالات متحده رو به زیر سوال کشیدن، پرسش کشیدن. و امروز ایالات متحده آمریکا دیگر اون کشوری نیست که در هنگام جنگ ویتنام بود یا پس از جنگ جهانی دوم از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر سیاسی ناتوانتر شده و
سیاست های خود آقای ترامپ هم به این ناتوانی و انزوای ایالات متحده آمریکا و از دست دادن رهبری کاملا کمک کرده. دیروز سوریه آخرین کشوری که مقاومت میکرد یا شاید نمیتوانست به پیمان پاریس در مورد محیط زیست بپیوندد، پیمان پاریس رو تایید کرد و امروز ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای ترامپ تنها کشور جهان است که به پیمان پاریس برای کاهش گرفتاری های مربوط به محیط زیست نپیوسته. یعنی پیوسته بود، آقای اوباما اصلا مهندس و معمار این پیمان بود، ولی آقای ترامپ از این پیمان خود رو آمریکا رو بیرون کشید و امروز ایالات متحده آمریکا کاملا منزوی است در جهان. با اینکه گزارش های حتی نیروهای نظامی، شواهد های نظامی آمریکا گواهی بر این است که گزارش هایی که به چاپ رسیده که محیط زیست یکی از پربیم و هراس ترین گرفتاری های جهان خواهد بود، حتی در زمینه امنیتی. ولی به هر روی ایالات متحده آمریکا چه در صحنه سیاسی، چه از نقطه نظر نظامی و شاید نظامی کمتر، اقتصادی و از نظر دیدگاه های تعیین کننده در جهان، جهت دهنده در جهان، جایگاه بلند خودش رو از دست داده. شاید بتواند این رو بازپس بگیرد، ولی امروز میتوان گفت که امریکا رقبای خیلی زیادی در جهان دارد و به همین دلیل هم یک سوگه نمیتواند در خاورمیانه جنگ برانگیزد و نه به جنگ با کره بپردازد. چاره جز راضی کردن کشورهای دیگر در این زمینه نخواهد داشت. یک نوع مهاری، یک نوع گرفتاری برای قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا به وجود آمده. آقای امینی، برخی از همیهنانمون در ارتباط با بررسی هایی که درباره تاریخ به وجود آمدن آخونده ارائه فرمودین، بله، پرسش هایی کردن. بله. موافقین من این پرسش ها رو مطرح کنم؟ برای باز میگردد به این که ما داریم بر میگردیم به همین بحث تاریخ یتشی. بله. یک بینندهی پرسیدن که با توجه به اشاره هایی که به کتاب خاندان نوبختی مرحوم عباس اقبال آشتیانی کردین، نخستین کتابی که از سوی فقیهان یا ملایان شیعی درباره امام زمان و موضوع غیبت نوشته شده چه بوده، چه کسی و در چه زمانی نوشته و آیا این کتاب امروز در دسترس ما است؟ کهن در این کتابی که به جای مانده، چون چند کتاب بسیار کهن از میان رفته و در کتاب‌های دیگر از اون یاد شده که به اون اشاره خواهم کرد. کهن در این کتابی که، و این نکته بسیار جالبی است که نشان می‌دهد که تا چه اندازه این موضوع مورد گفتگو میانه فقیهان شیعه بوده. نخستین کسی که در این زمینه کتابی نوشته، کتابی است به نام الغیبه، نوشته محمد ابن جعفر، نامآور به نعمانی. این در حدود سالهای 333 تا 340 نوشته شده. روشن نیست چه تاریخی، ولی تقریبا میتوان گفت همزمان است با دورانی که کلینی میزیسته. اگر 260 رو، 260 هجری قمری رو معیار قرار بدهیم، معیار غیبت قرار بدهیم، این کتاب نزدیک به 70 سال تا 80 سال پس از اون دوران، 75 سال پس از آغاز غیبت نوشته شده که گواه بر این است که پرسش هایی در میان مردم، بر میان شیعیان وجود می داشته که امام 12 کجا رفت، چرا باز نگشته و چرا به زندگی شیعیان نمی پردازد. این کتاب در دسترس هست، من اون رو نخواندم، ولی ترجمه بخش های از اون رو در یکی از مجله های دینی اون رو خواندم و تا حدود زیادی به این کتاب، با این کتاب آشنایی دارم. این کتاب در واقع میتوان گفت قدیمی ترین کتابی است که در این مورد نوشته شده. البته پیش از اون هم کتاب دیگری بوده ولی در دسترس نیست. کتابی است که
به نام الاخبار الوکلاء الاربعه، یعنی خبر نایبان چهارگانه، که این رو گویا احمد ابن نوح نوشته و این کتاب رو شیخ طوسی، شیخ الطایفه محمد ابن حسن طوسی، یکی از نویسندگان برجسته کتاب‌های چهارگانه شیعی، در کتاب الغیبه خودش، چون او هم یک کتابی به نام الغیبه نوشته و اون رو در سال، گمان میکنم حدود سال 430 این رو نوشته، 100 سال پس از کتاب نعمانی، این کتاب دیگر رو در اونجا یاد کرده. کتاب دیگری هست به نام کمال الدین و تمام النعمه، که این همین ابن بابویه یا بابویه معروف به شیخ صدوق اون رو فراهم کرده. این کتاب، اون کتاب هم در مورد غیبت امام 12 هست. شیخ صدوق در سال 381 قمری درگذشته و بنابراین این کتاب هم تقریبا میتوان گفت میان این دو کتاب الغیبه است، یعنی کتاب نخستین که اشاره کردم و کتاب دوم که کتاب طوسی باشه، پیش و پس از این کتاب نوشته شده. اینها کتاب‌هایی است که درباره غیبت امام 12 نوشته شده و اینجور که گفتند خود شیخ صدوق میگوید که این کتاب، یعنی این کتاب همین کمال الدین و تمام النعمه رو زمانی در نیشابور گرد هم آوری کرده و زمانی بوده که این درازای غیبت امام 12 خیلی مورد حیرت و پرسش شیعیان بوده و در نتیجه ایشان آمده و درباره درازای زندگی خیلی ها در این کتاب داوری کرده، گفته برخی تا 140-150 سال هم زندگی کردن. خود شیخ صدوق هم گمان نمی کرده که غیبت امام به 1000 سال بی انجامد و گفته همین روزها ایشون پیدا خواهند شد و از این جهت بسیار جالبه که بیشتر این کتاب ها در دوران بین 75 تا 150 سال پس از غیبت امام ناپیدا نوشته شده و پس از اون هم هر کسی خواسته غیبت ایشان رو توجیه کنه دیگر وارد این گونه استدلال های منطقی نشده، چون از منطق به دور بوده که کسی بتواند بیش از 150 سال زندگی کنه و از این رو بازگشتن به افسانه ها و چیزهای دیگری که بر روی میدانیم در این باره ساختن. یک پرسش دیگر آقای امینی همینان کردن، بله، و آن این که با توجه به آنچه در چند برنامه شما فرمودید، آیا میتوان دولت صفوی را نخستین حکومت دینی در ایران برشمرد و می افزایند که اگر شاه اسماعیل چنین تعصب خونریزانه‌ای به مذهب شیعه داشته، چرا نام فرزندانش را از نامهای شاهنامه برگزیده؟ بله، بذارید که به بخش نخست پرسش ایشان پاسخ بدم. دولت صفوی یک حکومت دینی نیست. مراد از حکومت دینی در این هست که حکومت به جای توسل به عرف و توسل به راهکارهای زمینی یکسر به دستورهای الهی میپردازد، مانند جمهوری اسلامی در امروز که یک نفر رو به عنوان ولی فقیه در بلندای قدرت قرار می‌دهد و امر ایشان به عنوان نماینده خدا و امام زمان در زمین بر زندگی مردم چیره است. ایشان هر چه بگویند و هر قانونی رو که نقض کنند همان است که هست و هیچ کس نمی‌تواند در این باره داوری کنه. حتی ما اگر بازگردیم به پیدایش حکومت خلفا و سپس حکومت عباسی، اموی و عباسی، می توانیم بگوییم که این حکومت ها رفت رفت رنگ عرفی به خودشون گرفتند، یعنی وارد کار حکومت در دنیای عرفی، دنیای زمینی شدند و رفت رفت رهبران دینی بیرون از این حکومت بودند. حتی بزرگترین رهبران
پایه‌گذار چهار مکتب اهل سنت زیر فشار امویان و به ویژه عباسیان قرار گرفتند و یکی دو تن از اونها در زندان عباسیان کشته شدند و از میان رفتند. و این است که این نوع حکومت ها رو نمیتوان حکومت مذهبی برشمرد. حتی حکومت عثمانی که خودش رو جانشین خلافت میدانسته حکومت مذهبی نیست، حکومتی است که بر پایه نیازهای اجتماعی از دین بهره میگیره. دولت صفوی هم از این دست بوده. دولت صفوی یک حکومت مذهبی، یک حکومت دینی نیست. سران دولت صفوی کم یا بیش مذهبی بودند. البته همه اونها هم به اندازه مثلا شاه طهماسب مذهبی نبودند، برخی کمتر و برخی بیشتر. و در دوره‌های نیروی روحانیان در این حکومت نفوذ بسیار بسیار زیادی داشته، در دورانهایی هم نداشته. این حکومت دست کم میتوان گفت تا پایان دوره پایانی صفوی، 50 سال پایانی صفوی، اساساً از سوی قزلباشان و اشراف و امیران ایلی اداره میشده و شخص پادشاه بر زندگی و جان و مال و ناموس مردم چیرگی داشته. من از این هم فراتر میروم. پادشاهی شاه اسماعیل پادشاهی شیعی نیست. اگرچه او به ضرب شمشیر ایران رو شیعی کرد، ولی او مرشد صوفیان بود و این قزلباشان به ندای او پاسخ دادند، چون او رو مرشد صوفیان و خانقاه اردبیل میدانستند. او رو در واقع به یک معنا خدای خود میشناختند، صوفی کامل میشناختند، نه شیعی کامل، مرشد کامل، مرشد کامل، صوفی کامل. و از او به این نام، به این عنوان یاد میکردن، مرشد کاملی که شیعی هم بود، ولی هیچ باور جدی مذهبی خودش نداشت. ما نشانی از این که او در جایی آداب مذهبی رو به جا آورده باشه نه تنها نمیدانیم و نمیخوانیم، بلکه از فرط مشروبخواری در گذشته و پیروان او هم، یعنی اون قزلباشان هم اون نوع علاقه های مذهبی فقهی به مفهومی که امروز در جمهوری اسلامی روان و پسندیده هست نداشتند. بنابراین حکومت صفوی، دولت صفوی یک دولت شیعی مذهب هست، ولی نخست دولت صوفیان است، دولت صوفیان شیعی است. و اگرچه در دوره های نیروهای مذهبی به در دربار نقش خیلی بالایی داشتند، ولی همواره در تمام دوران پادشاهی جز در دوران پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی شمشیر قزلباش بر قدرت ملایان چیره بوده. و تنها میتوان گفت از پایان دوران شاه عباس یکم است که رفته رفته نیروی قزلباش کاهش پیدا میکنه، و هنگامی که ما به دوران شاه سلطان حسین میرسیم نشان زیادی از قزلباشان در میان نیست و نیروی مذهبی بسیار قوی شده. آقای امینی، هفته گذشته به تفصیل درباره ساختار روحانیت شیعی در دوران صفویه، درباره صدر عامه، صدر خاصه، شیخ الاسلام و ملاباشی اشاره کردید. بفرمایید که از چه زمانی در دوران صفویه اصفهان مرکز روحانیت شیعه ایران در عصر صفوی شد؟ نخستین پایتخت دولت صفوی تبریز بود و سپس با یک برنامه ریزی به ویژه به دلیل این نگرانی که از آمدن عثمانی ها داشتن. خب عثمانی آمدن و تبریز رو گرفتن، برنامه ریزی کردن و قزوین رو به پایتخت دولت صفوی تبدیل کردن. و از اون هنگامی که قزوین در دوران شاه طهماسب به پایتخت صفوی شد، شیخ الاسلام قزوین شیخ الاسلام همه ایران بود، یعنی شیخ الاسلام پایتخت همه شیخ الاسلام های شهرهای دیگر رو تعیین میکرد و او رئیس همه شیخ الاسلام ها، صدر همه اونها بود. در زمان شاه عباس اول، شاه عباس یکم، پایتخت ایران به اصفهان آمد و اصفهان پایتخت دولت صفوی تا پایان کار شد و تا پایان کار هم همین اصفهان پایتخت بود. از هنگامی که اصفهان پایتخت دولت صفوی شد،
و شیخ الاسلام اصفهان همه کاره بزرگان دین در کشور شد و رهبر دینی کشور به شمار می آمد، زیر رهبری شیخ بهایی و دیگر ملایان اون زمان، مرکز دینی در اصفهان رونق گرفت و حوزه دینی اصفهان بسیار گسترش پیدا کرد و در اون زمان می توان گفت که هیچ پایگاه شیعی در دنیا به اندازه اصفهان آخوند و فقیه و طلبه دینی نداشت. نه در نجف و عتبات چنین شماری در دسترس بود یا اصلا به چشم می خورد، یا در هیچ کجای دیگر ایران. اصفهان در اون هنگام کانون شیعیان جهان به شمار می آمد، نقشی که سپس نجف و قم در دست گرفتند که در اون هنگام اصلا قم جایگاهی در این زمینه نداشت، نجف و عتبات جایگاه دوم به شمار می آمدند، در مقابل اصفهان جایگاه بسیار اندکی داشتند. و این از دوران شاه عباس آغاز شد که شاه عباس پایتخت دولت صفوی رو به اصفهان برد و شیخ بهایی شیخ الاسلام پایتخت شد و از اون هنگام در واقع باید گفت که تا پایان دوره صفوی، تا پایان دولت شاه سلطان حسین که افغان‌ها اصفهان رو گرفتند، دولت پایگاه دینی شیعیان جهان در اصفهان بود. آقای امینی، درباره نقش و جایگاه ملا محمد باقر مجلسی و فرزندش در دوران صفوی بفرمایید، اگر ممکن است نگاهی هم، یعنی آگاهی های هم درباره او و کارهایش بدهید. من اخیراً جزو خرافه هایی که از او نقل می کردی آخوند در اینترنت شنیدم که می گفت هر کس شلوارش را ایستاده پا کند، خداوند به او بیماری می دهد که علاج ناپذیر خواهد بود. بفهمه شما چجوری؟ شما چجوری به شلوارتون پاتون میکنی؟ شلوارتون رو ایستاده پا میکنی؟ ببخشید شلوارتون رو ایستاده به پا میکنید؟ اجازه بده که این جنبه های خصوصی رو نگم چون ممکنه گرفتاری برام پیدا بشه. بله، معمولا ایستاده آدم به پا میکنه. شما مگه نشسته پا نه، من ایستاده. بله، ملا محمد باقر مجلسی که بلند پایه ترین آخوند دوران پایانی پادشاهی صفوی به شمار می آید و تقریبا می توان گفت همه کاره دربار شاه سلطان حسین، فرزند ملا محمد تقی مجلسی است، مجلسی بزرگ. ملا محمد باقر مجلسی می توان گفت که برجسته ترین نماد فرومایه ترین اندیشه های دینی در دوران صفوی به شمار می آید. این دورانی است که ما آدم هایی داشتیم که اگرچه بسیار دیندار بودند، بسیار با دانش بودند، ولی هیچگاه نتوانستند به جایگاهی که ملا باقر، ملا محمد باقر مجلسی رسیده بود برسند. کسانی مانند ملا صدرا حتی از اصفهان بیرون رانده شدند. میر فندرسکی و میر داماد، اگرچه اینها جایگاه بسیار بلندی داشتند، میر فندرسکی که متهم شده بود به اینکه از دین برگشته چون رفته بود به هند و یه رشته ارزش‌های هندی رو وارد داوری‌های خودش کرده بود، و هیچ کدام از اینها، میر داماد و ملا صدرا و میر فندرسکی که آدم‌های برجسته دینی اون زمان بودند، به ویژه ملا صدرا که میتوان گفت پایان فلسفه دینی در ایران، فلسفه اسلامی در ایران به شمار می آمد، هیچگاه نتوانستند در مقابل ملا محمد باقر مجلسی قد برافرازند و مقاومت کنند. ایشان شاگرد شیخ بهایی بود، یعنی پدر ایشان شاگرد شیخ بهایی بود و امام جمعه امام جماعت اصفهان شد. خود او شیخ الاسلامی رو پدرش در واقع خود او شیخ الاسلامی رو از سوی پدر شاه سلطان حسین
سلیمان دریافت کرد و شیخ الاسلام اصفهان شد. و سپس به هنگامی که شاه سلطان حسین به پادشاهی رسید، او رو در پناه خودش گرفت. نوشته های زیادی از او به جا مانده که مهمترین اونها نخست بهار الانوار هست، بهار الانوار یا دریاهای نور. 110 جلد این کتاب می باشه. البته پیشتر اینها رو جمع کرده بودن در 40 و اندی جلد، امروز 110 جلد هست. مرآت العقول که شرحی است بر کتاب کافی کلینی. کتاب کافی کلینی کتاب کوچکی است نسبتاً، ولی ایشان شرحی بر این کتاب نوشتن که 26 جلده. و داستانهای بهار الانوار و کتابهای دیگر رو در آوردن. حتی داستانها که به فارسی هم برگردونده شده 5 جلد خودش. من نمونه ای از این داستانها رو برای بینندگان گرامی میخوانم تا همون موضوعی که اشاره کردی در مورد شلوار اینجا هم روشن بشود. ببینید، توجه کنید که این کتاب بهار الانوار، این کتاب در مورد احادیثه و بیشتر این احادیث در همون 100 سال آغاز اسلام گردآوری شده. نخستین نوشته هایی که از اون دوران به جای مانده دست کم 140 سال پس از آغاز هجرت گردآوری شده و ما تا پیش از 130-140 سال پس از هجرت هیچ نوشته مکتوبی در مورد آغاز اسلام و دوران اسلام و دوران خلفا و امامان نخستین در دست نداریم. ولی این آمده و مجموعی از احادیث رو، نزدیک 50,000 حدیث رو گردآوری کرده که اینها داستان‌هایی است که مردم به اون نگاه میکنند و باور دارند. روزی پیامبر اسلام به طرف آسمان نگاه میکرد و میخندید. شخصی به ایشان رسیده و گفته که رسول الله چرا به آسمان نگاه میکنی؟ ایشون گفته که من دیدم در آسمان دو فرشته به زمین آمدند تا پاداش عبادت شبانه روزی یک بنده ای رو در فلان منزل بدهند. و این بیمار بود و این فرشتگان چون رسیدن از بستر بیماری برخاست و من از این شادمان شدم. خب ببینید، یک کسی معلوم نیست کیست، از پیامبر اسلام که معلوم نیست آسمان نگاه میکرده میخندیده بابت چه بوده، یه چیزی یاد گفته و این رو آوردن و در به عنوان یک حدیث و روایت به عنوان سند بازگو کردن. حالا از این خنده دارتر خدمتتون بگم، ام سلمه گفته که در محضر پیامبر بودم، یکی از همسرانش به نام میمونه نیز آنجا بود. در این هنگام ابن ام مکتوم که نابینا بود به حضور رسول خدا رسید. پیامبر به من و میمونه فرمود حجاب خود را در برابر ابن مکتوم رعایت کنید. پرسیدم ای رسول خدا، او آیا او نابینا نیست؟ بنابراین حجاب ما چه معنا دارد؟ پیامبر فرمود آیا شما نابینا هستید؟ آیا شما او را نمیبینید؟ زنان نیز باید چشمانشان را از نامحرم ببندند. ببینید، این داستان‌هایی است که معلوم بعدها ساختن، چون در اون هنگام اصلا چنین رسمایی در میان مردم عرب وجود نمی داشته که مردم چشم خودشون رو ببندند به روی آدمی که نامحرم است. عرض کنم که از این خنده دارتر خدمتتون بگم، در این بهار الانوار این مراسم خواستگاری علی رو از فاطمه با چنان جزئیاتی درج کرده که من مطمئنم جناب مهری شما با این جزئیات مراسم خواستگاری خودتون رو از همسرتون نمیتونید به یاد بیارید که در این دوران تازه مدرن هم بوده. یعنی با دقت این مراسم رو که هیچ معلوم نیست کی در اونجا بوده، کی حضور داشته، یادآور شده. و در گزارش این مراسم سیاهی جهیز فاطمه رو هم با دقت آورده، یعنی جهیزیه فاطمه رو با دقت آورده و این
خیلی دقیق هست که چی این جهیز. پیراهنی به 7 درهم، نقاب به 4 درهم، تخت خواب بافته شده از برگ‌ها و لیف خرما، 2 عدد دوشک که در درون آنها یکی پشم گوسفند و درون دیگری به حساب برگ خرما بوده، 4 بالش از پوست طایف، میانش از علف پر کرده بودند، پرده از ابریشم، 1 دستاست، 1 تشت مسی، کاسه چوبین، 1 ظرف آب، 1 ظرف آب هم بوده، 1 سبوی سبز، 1 آفتابه. ببینید اینها قصه است. خب نگاه کنید در اون هنگام این آفتابه که سالهای سال پس از اون ساخته شده و از صنعت کشور ما بوده، این اون موقع جزء جهیز فاطمه است و جزئیات را آوردند و مجموعه این داستان ها را شما نگاه میکنید ببینید که یک بنای خرافاتی برای این جامعه ساخته شده به نام دین که این بنای خرافات ویران کرده حتی اون باورهای پایه‌ای خود دین رو و دین رو تبدیل کرده به یک پدیده‌ای که داستان است. و این یکی از شاهکارهای کسی مانند مجلسی است. البته مجلسی تنها نبوده، او گردآورنده چنین ببخشید پرت و پلاهایی است، ولی به هر روی اینها رو گردآوری کرده و در کنار هم نهاده و از دل اینها کتاب‌های زیادی رو در دسترس قرار داده و شوربخت داد که این کتاب‌ها هم امروز به عنوان کتاب‌های منبع ازش یاد می‌شود و از او واگفته‌هایی در میان این آخوندهایی که سر منبر می‌روند می‌باشد. می‌گفتند که این رو پدرم یاد می‌کرد از قول شریعت سنگلجی، گویا خودش شنیده بود که یه روزی آقای شریعت سنگلجی رفته بود منبر، خب خیلی مخالف این حرفا بود و همین کتاب رو در کنار خودش یا هلیت المتقین رو قرار داده بود و به کسانی که آمده بودند به منبر او، پای منبر او، میگفت ببینید چه پرت و پلاهایی در این کتاب هست، چون میدانید که او با این حرفا مخالف بود. میگفت از جمله خوانده بود برای مؤمنان، پدر من هم در اونجا بوده بود یا جوان بوده، که بله در شبهای آدینه نگاه کردن به آرامگاه پیامبر کفرآمیزه، چون گروهی از همسران او ممکنه به دیدن او بروند و چشم نامحرم نباید به همسران او بخورد. و این رو میگفت که در کتابهای مجلسی آمده، این رو آقای شریعت سنگلجی میگفت. شریعت سنگلجی در اون دوران یکی از کسانی بود که مانند کسروی سخت نقد به این باورهای خرافی میکرد و در سال 1122 درگذشت. شاید اگر در نگذشته بود فدایان فدایان اسلام مانند کسروی به سراغ او هم می‌رفت. خب آقای امینی عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان رسید. یعنی وقت پایان رسید؟ من فکر کردم هنوز چند دقیقه وقت داریم. 2 دقیقه وقت داریم. پس اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم برای همیهنان گرامی یک بار دیگر بله. این برنامه سفر به فلوریدا رو به آگاهی اونها برسونم. من در روز شنبه 11 نوامبر در اورلندو خواهم بود به عنوان شب دکتر محمد مصدق، بازبینی و بررسی کارنامه مصدق و همچنین معرفی کتاب دفتر هنر ویژن اسدی پور. این برنامه در محلی که مرکز برنامه‌های ایرانیان شهر اورلندو برگزار میشه، در شماره 77 خیابان انکور رود در شهری به نام کسلبری در فلوریدا، و تلفن تماس هم از 407-234-1515. یک شنبه، یک روز پس از آن، در تمپا خواهم بود، در خانه ایران تمپا که گویا نشانیش هست 13938 در خیابان هیلزبرو، وست هیلزبرو در تمپا. تلفن آگاهی رسانی اونجا هم هست 727-742-8835. از مهر شما سپاسگزارم جناب مهری و خواهش آینده روز روزگار و شما و همیهنان گرامی خوش باد. همچنین.
ممنونیم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودن و به دیگر برنامه های این تلویزیون. از آقای کارگردانمون آقای امیر تشکر میکنم و تشکر از همه همیهنان، از همه کسانی که به این برنامه توجه کردند و توجه خواهند کرد. شب و روزتون خوش.